یه دونه فریزر اینجا داریم که این فریزر رو چند مدت پیش کندانسرش کاملا عوض کردیم و اتفاقی که افتاد هفته پیش موتور کمپرسورش سوخته که الان داریم میریم بالا که موتورش رو تست کنیم و اوکی موتوری که سوخته بود از این جلو بود چه آخر موتوری که سوخته بود این موتور است که جوشیه بعد موتوری که برامون فرستادن موتور شیریه و تفاوتشون یعنی دقیقا دوتا موتور کاملا با هم شباهت داره فقط تنها فرقی که میکنه این آخرش 551 این 550 هست بعد زنگ زدیم به کمپانی گفتیم خب این موتوری که فرستادین اشتباه هست گفتن که از این مدل موتور توی انبار نداریم 5-6 هفته طول میکشه ولی این موتوره شیرش براتون میفرسیم و شیرشو نصب بکنین و جوشکاری بکنین که یه مقدار کار ما رو سخت‌تر میکنه چرا چون که همینجوری که میبینی این موتوره رو که اینجا باز کردیم این لوله رو کشیدیم بیرون از این لوله از این کمپرسور قدیمیه بعد حالا که اینجور شیر رو فرستادم که ما باید شیر رو اول شیر دانفوسه که ولو ست 1/4 به 7/8 بعد اتفاق که میفته خب باید یه واشر سفیدی داشته باشه که احتمالا واشرشو پشت این میذارن که اینجا نیست واشرش خب اگه واشرش روش نباشه خب تعجب هم چون که بعد واشرش روش باشه خب این موتور نوعی که میاد یه اینجور درپوش هایی داره که نیتروژن داخلش هست و این موتور هم تو یه ویدیو قبلی رو همین کندانسور توضیح که دادن اینجا شیر اکسپنشن میخوره که شیر اکسپنشنش هم الان همراهش اومده که یه توضیح میدیم خب چون که قبلا لاستیکاشو کشیده بودن بیرون الان فشار نیتروژن داخلش نیست و حالا کاری که انجام میدیم یه امورده است بجیم اینو بکشش بیرون لاستیکه رو بکشش بیرون اینجا خب همینجوری که میبینیم این واشر سفیده روش نیست رو شیره هم برامون نفرستادن ولی از قبل من یه دوتا واشر روی یه موتور دست دوم باز کرده بودم که این دوتا واشره هست که حالا بازش میکنم یه میبندمش رو همین این یه خودونه هم مرده هست بجا من دیگه سیمچین رو آره این دوتا واشرش اینه نگاه این مثل واشره ولی خیلی مهمه که نگاه کنیم که زخم نشده باشه که این دوتا رو من از روی موتور دست دوم ورداشتم و همراهم بود که الان این نگاه این واشره میشینه داخل اینجا این واشر دیگه هم میشینه اینجا مثل اورنگ نیست که خراب بشه چون که واشر پلاستیکیه خراب شدنی نیست و این چجوری میشه میره میشینه اینجا و سفتش میکنیم حالا نقطه قابل توجهش اینه که زمانی که داریم جوشکاری میکنیم این نباید روش بحثه بشه الان فقط میخوام ببندم روش بذارم اونجا رو کار ببینم شیره کجا وایسه
بهتر هست. چون که اینا این شیره رو دور فرستادن، یه دوتا اینجور شیری توی انبار داشتن که با یه سری لوله های اضافی 7-8 موزانو که بتونیم اینو جوشکاری بکنیم. بعد یه دونه شیر دست دومم مثل این داشتن، این یه دونه شیر دست دوم مثل این هم بازم وردن از روی کندانسور باز کردن. گفتم احتیاطا اگر که اینا شیرشو نفرسن از یه شیر دست دوم استفاده کنن، و این هم شیر یه چهارمش هست که این شیر هم اینجا بسته میشه. که حالا کاری که انجام میدیم، اول میخوام موتورا رو تست بکنم. این موتوره میدونیم که وقتی برق بهش وصل میکنیم مثل حالت هر شده بود، کمپرس نداشته بود، که الان میخوایم برق بهش بدیم یه تستش بکنیم. بعد موتور نوع رو بهش برق بدیم، بعد موتور نوع رو لاستیکا رو بذاریم روش، بذاریمش اونجا سر کار، ببینیم چه تغییری باید داخل لوله کشیش بدیم. تغییری که داخل لوله کشیش باید بدیم احتمالاً باید ببریم لوله رو مقدار تغییر بدیم، و چون که موتور سوخته بود نمیتونستیم پام داونش بکنیم، شیر ساکشنمون رو فرانسید کردیم که از این بر دیگه گاز نیاد. این شیر یه طرف هم گاز رو تو اینجا نگه داشته، یعنی ما الان تو اینجا گاز داریم، این قسمت هم گاز داریم، ولی اینجا ساعت موتور دیگه گاز نداریم. که بعد که موتور رو نصب کردیم از این شیر دلولوه وکیوم میکنیم که رطوبت هوای داخل کمپرسور رو این قسمت رو بگیریم. وقتی گرفتیم دیگه شیر رو بکسید میکنیم. این شیر هم که دیگه خودش یه طرفه هست، یعنی گاز تو اینجا داریم، اینو بکسید بکنیم دیگه، موتور روشن میکنیم، یه تستیش بکنیم. که الان کاری که انجام میدیم یه درپوش این موتور رو برمیداریم، یه پیشگوشت دوست محبت کن برای درآوردن درپوش موتورای کوپلند. میشه یه دونه پین اینجا داره، این برای آزاد میکنه، یه دونه پین اینجا داره، این دوتا رو آزاد میکنی، یه دونه چهارسو محبت کن، بعد باز میکنی. سفاز هست دور موتور، تو این موتور ها تأثیری نداره، تو بعضی موتورهای کوپلند روشون هم مینویسه که حتما باید دورش مشخص باشه، ولی حالا از کجا میفهمیم که داره درست دور میزنه؟ چون که ما هیچ چیزی رو نمیتونیم توی موتورهای بسته، هیچ چیزی رو نمیتونیم ببینیم که موتور داره از کدوم بر دور میزنه، فقط از آمپرش و از قدرت مکشش میتونیم تشخیص بدیم که آیا داره دور درست میزنه یا نمیزنه. که ما الان کاری که انجام میدیم سه تا فاز که رفته برای موتور سیماش با همین جو باشه، اینه این ست کابله که الان وصلش میکنیم. L1 همجور گفتم فرقی نمیکنه کدوم به کدوم باشه، که بعد آمپرشو میگیریم و فشارش الان چک میکنیم ببینیم فشارش به چه صورته. البته این موتوره رو یه بار همینجور که رو کار بود تستش کردیم، داشت کار میکرد، یه صدایی میداد که اصلا هیچ حالت کمپرسی نداشت، یعنی سیمپیچش سالمه ولی روی سلندش یه اتفاق افتاده که کمپرس نداشت، فشار رفت و برگشتش یکی بود. برای همین زنگ زدیم به کمپانی یه موتور نو رو برامون فرستاده. خب الان کاری که انجام دیم اون کلیده رو بزنیم، موتور من روشن میشه، من جلوش وای نمیسن که روغن بزنه. خب الان کلید اونجا روشنه، این کلید رو روشن میکنیم، موتور روشن میشه. هیچ حالتی نداره، یعنی اصلا نه دهش داریم نه مکش داریم، و موتور جدید رو تستش میکنیم، موتور نوعه اون موتور تا حالا برق بهش وصل نشده، که الان موتور جدید رو
نصب میکنیم ببینیم حالت موتور نو چیه. موتور کوپلند زیر صفر است، فریزری هست که لوله دهشه، لوله مکشش هست، شیر اکسپنشن وصل میشه که این شیر اکسپنشن وصل میشه اینجا که لوله بالب همینجور که توضیح دادیم لوله بالب میخوره سر موتور. سر موتور اینجا هیچ ربطی نداره، فقط گرمای موتور رو میسنجه و وقتی که موتور سرش داغ میشه از اینجا اکسپند میکنه به سمت موتور، چون که اومده از سر خط مایش. توی ویدئوهای دیگه این موتور رو کاملا شیکس پشن رو توضیح دادم، از خط مایه یه سرا زده، خط مایه اومده اینجا و بستگی به گرمای موتور پاشش داره. و نقطه جالبش این است که وقتی میخوایم موتور عوض بکنیم، این الان مایه ما تو اینجا گاز دارم ولی این گاز رو رد نمیکنه، که خیلی راحت شیره رو باز میکنیم. بعد شیره رو که باز کردیم اینجا یه اورنگ میخوره، مثل اونا واشر سفید نمیخوره، یه اورنگ میخوره. مجید اون باک سفیده رو بده، میخوام بزن تا مجید کابل رو وصل میکنه. من این شیره رو یه توضیح بدم که اومده. آره این موتور نوره که فرستن، یه اینجور شیری هم همراهش اومده. بعد الان اگر که در پوشه رو بردارم از این بر من فوت بکنم، یعنی ورودی شیر اکسپنشن فوت بکنم، کاملا بسته است. یعنی زمانی که میخوایم موتور رو تعویض بکنیم، همین که باز بکنیم دیگه نیاز به ریکاوری گاز نیست، همینه که باز بکنه. بعد این اورنگ هم اینجوری نو همراهش میاد که اورنگ نو رو میزنیم. و من الان تو این شرایط من شیره رو عوض نمی کنم، چون که شیر خودش سالم بوده و این شیره رو به عنوان یدک نگه میداریم برای کارهای بعدی، اگر که خرابی چیزی بیاد و شاید تو آموزشگاه بازش کنیم و سیستم داخلش رو حتما ببینیم. جالبه. خب این شیره رو نگه میداریم، فقط اورنگش رو 100% عوض میکنم، اورنگش رو میذارم اینجا که حتما عوضش بکنم. لاستیک های موتور رو بزنیم روش، این لاستیک هاشه، در پوش پشتشه، این دوتا در پوشه رو بزنیم روش. خب سریع موتور رو یه تستش بکنیم. من یک مکی بدم. اوکی سفاز رو بسیم رو موتور نوه و آمپرمتر هم باید بیاریم، آمپرش هم بگیریم. آمپرمتر تو کیف تو ماشینی هست، این آمپرمتر اینجا رو تو چیزه. حالا بزر اوکیه، آمپرش رو زمانی که خواستیم روشنش کنی از اون میبینیم. بزر الان روشنش میکنیم. خب الان شیر هم باز میکنیم، بعد ببینیم. خب همینجا که ببینیم موتور نو صدای موتور مشخصه، یعنی اگه صدا رو صدای مشخصه که صفحه، حالا به هر دلیلی صفحهش جدا کرده، دهش اصلا قابل اینی که بشه بگیریش نیست، یعنی اینقدر قدرت موتور بالا هست. و اگر شیر داشتیم و گیج بهش وصل می‌کردیم مسلما میرفت بالای 60 بار 300 400 PSI و مکشمون خوب بود و صدای موتور عادیه، یعنی مشخصه که این موتور مشکلی نداریم. روغنش هم از وسط یه مقدار بالاتر باید باشه، ببینید وقت کج میکنیم میتونیم ببینیم. بعد اینم برای برگشته، اگه توی سیستمایی که اویل سپریتور داریم برمیگرده روغن به اینجا که این به کارتر وصله و یه دونه سوزن هم داره. الان این سوزن رو که فشار بدم امکان داره روغن بیاد، ولی الان فشار پشتش نیست، که این هم مورد در پوش اینجاست. خب عالی، میام لاستیکا رو برقش رو قطع کردیم، لاستیکا رو روش نصب میکنیم. یه چهار تا لاستیک اینجوری بزرگ داره، بعد یه ذره موتور رو کج میکنیم، این لاستیکا رو اینجوری میچرخونیم میره داخلش. وقتی لاستیکا رو زدیم رفت داخل، اینجوری داشته باشه شده این پیشگوشتی میزنه. وقتی لاستیکا رو زدیم رفت داخل، یه دونه بوشن اینجوری داره، این بوشه باعث میشه که وقتی لاستیک رفت داخل این بوشه رو اینجوری می‌زنیم میره داخلش. این بوشه باعث میشه که زمانی که پیچ رو صفر می‌کنیم پیچ لاستیک رو فشار نده و موتور بتونه خودش بازی بکنه. و زمانی که می‌خوایم لاستیک رو در بیاریم، مثلا موتور قدیم می‌خوایم لاستیک رو در بیاریم،
اول باید بوشو در بیاریم بعد لاستیکو بکشیم بیرون، که الان لاستیکا رو میزنیم روش. بعد بوشه رو میزنیم. اوکی دست رو خونده؟ برقته. آره دست کجا زهر خونده؟ نمیدونم. اوکی برقته. آره برقته پشتم بازم برقته کنم. اینجور لستیکی دیگه شد دستکش میگنشن. دستکش دستکش باید توی کنار کیفه باشه. خب کاملا نه دارم اینو بوشن دارم اونو کیر بازشن. حالا خوبیه این ویدیو اینه که اینجایی که اینجور داریم میگیریم ها نه میگیرم با اینا رو اینا دیگه صداش قد میشه دست زخشن سرعت میدم بهش. میخواستم اینا الان من توی فکری رفته بودم که آیا الان چون خیلی بالا داریم میگیری نمیدونم این بالا نیست نه این زاویه دیدش بالا چیزه ولی بهتره اگه گفتی بیارش پایین بهتره. آه به نظرم چون خیلی بالا تو لولو رو گرفتی اینجور جلوی خود ولی دوربین هر چه نگاه کنم اینا خیلی جلو خیلی بالا. آره خیلی بالا بود یعنی قشنگ اصلا فکر کن دورونه هر چی نگاه منو دورونه او بره ولی تو داری شیرنگی اینجا شو حالا اینجا شو حالا هر چی بیارش پایین تر بهتره. آره اینجا بهتر نه هر ها اوکی خب اما تو نمیتونی الان تست کنی چرا نه همین قدو کافی دیدم دیدش خیلی بزرگه نمیدونم. خب گفتی دستکش کجا هست تو کدام الان من پایین میارم. خب بذار من باشم. نه نمیخوام باشم باشی من و تو شیار رو باشه. اوکی که دیگه فاته ببرم. آره دیدی فشارشه؟ اوه اصلا خب این دره رو بازش کن. این دره رو بازش کن کمک کن کن موتور رو بیارش داخل. این؟ این در اینجا کمک کن کن که موتور رو بیار داخل سم کن. این باید شیرانش سمت این بر باشه. خب من برم بانا ازدی بیا ها. خب من گرفتم من زیرش گرفتم خیلی راحت. خب برو دخل. خب برم چقدر جاشو کوچیک گذاشته. فکر نکر که با یه آدم ها برو خوبه تو بزن. فکر نکر که با یه آدم میخوای این عوض چکنه. آره بلاست من زیرش آزاد بکن. خب این همه چهار خونش به هم این یواش به همه چهار خونش سمت ایوه. حالا مشکلی که الان داری اینجاست که قبلا مر خودش جوشی بود. این او جوشی راحت بود اگه مثل مر خودش فرستاده بودن ها راحت بود راحت بود راحت میزنیم برنم میرفت داخل. حالا یه یک ساعتی کارمون تأخیر میفته به خاطر که بعد سیستم چیشی شما کاملا عوض کنیم. الان این بوشنه داره میخوره به سر پشت اون لوله. اموردن سوال اموردن خب کاری که انجام دادیم این شیر رو وز کردیم اینجا رو هم برش زدیم این لوله میاد اینجا. البته قبل از که میخوایم وقتی میخوایم جوش بدیم بازش میکنیم که واشره نسوزه. این هم تصمیم گرفتیم که این شیر اینجا نصب میشه این اینجا از اینجا برش میدیم بعد اینو از اینجا در میاریم که این جوشکاری شیره که سخته رو بتونیم انجام بدیم بعد که رفت خیلی اینو دوباره جوش میدیم. این سوزن اینجا رو باز کردیم لوپرشر هم اینجا وصل بود لوپرشر هم باز میکنیم دوباره اینجا هم یه سوزن داره سوزن لوپرشن هم باز میکنیم و اینجا رو که برش زدیم بعد شیره رو موقت میبندیم روش لوله رو موقت میزنیم روش یه علامت میزنیم که بدون این شیرمون بعد کجا جوش بخوره موقع درش رو بردیم
این الان بالا اینجا، پایین هم اینجا. دیگه الان میدونیم که وقت شیر در آورده اینجا باید این دو تا خط راست هم باشه که جوش بخوره. دو تا جوش رو دادیم، میایم سوزنا رو میندازیم روش که یه جور سوزن باز کنیم. داریم این سوزنه، این مطمئن میشیم لاستیک اینجاش باشه، لاستیک اونجاش هم هست. این الان زاویه ببینه الان خوبه. خب سوزن رو میندازیم. زاویهش پایین بود خوب بود. چرا پایین تر میبری؟ الان خوب اینجا قبلا اینجا گرفتم. من چون دارم اینجا میبینم، تو اگر تو الان بگو کجا رو میخوای توضیح بدی. اینجا الان اوکیه. اوکی بالا پایین نمون. خب سوزن رو میندازیم روش از این بر، سوزن داخل صف میکنیم. یه دونه سوزن دیگه داریم و هم بزنیم اون پشته، ولی چون که سوزن در این یکیه نمیرس نمیکشه، با این یکیه سفتش میکنیم. بیا با این یکیه سفتش کنیم. خب مالا همونجور که داره اون میبندی، یه دونه پچم پای موتور اینجا میبندی. رجیگا اینا رو بهش میگن وایر نات. تو انگلیس ازش استفاده نمیکنم، ولی تو آمریکا خیلی زیاد استفاده میکنن. نگاه چجوری کار میکنه. شما داری تو ایران استفاده کردی؟ دو تا سیم اینجوری میذاری کنار دست هم. تو ایران هم وایر نات استفاده میکنی؟ یعنی اینجا کسی از این مدل استفاده نمیکنه، بیشتر از همین این وگا استفاده میکنه. ولی چون که این کره ایه، از آمریکا میان، میگم یک سری وسایلشون بیشتر آمریکاییه. ولی نگاه این افتاد، نه چیز خوبی نیست، چیز خوبی نیست اصلا، قابل مقایسه با این وگان نیست. اینو واقعا اصلا چرا اصلا برای همینا بیشتر اینجا از این، من تا اونجایی که زور داشتم از این استفاده میکنه، از این مدل این استفاده میکنه. اینم مثلا دو مدل داره، یه مدلش هست 30 آمپره، یه مدل 16. نگاه الان این 30 آمپر میبینی هیکلش بزرگه، قابل مقایسه میکنی با این یکی 20 آمپره، بغلش میشه 20 آمپر. میبینی این یکیه، اینا هم بهش میگن ترمینال های واگو که میره بالا اینجوری بازش میکنی. این مثلا خودش یه دونه ترمیناله، بعد میزنی میره داخل و این میبندیش صفر میشه. اینا هم مثلا به این صورت. خب من تا اونجا که جداش صفر میکن. خب من کاری که انجام میدم چکم. نه اوکی، این چی لو پرشر میخوره اینجا، میبینی چک میکنی، میبینی فنرش با این بازی میکنه و این اینجا صفر میکنه. با اچه فرانسه اینجا میگیرمش اینجا، یه ذره جای دستش بده. تو دست همه شون بده یا این مدل ها بده؟ نه معمولا چون که میخوان سایز کندنسور کوچیک بشه که هم برای حمل و نقلش راحت تر بشه، این سایزشو کوچیک میکنه دیگه. معمولا مثل تعمیرکار ماشین، ما تعمیرکار ماشین دیدی میخوای یه دینامی رو عوض کنی، بعد اون چیه رو بذاری پایین، این همینجوری یه ذره چیزا تو در همه. ولی مهم اینه که الان این تو فشار نباشه، یه ذره تو فشاره، اینو یه ذره شل میکنی، اینو میاریمش پایین تر که از تو فشار در بیان، تو فشار نماشه، آزاد باشه. این هم سفته، این هم چیزه ترمیستوره، ماری کنار موتوره که سفت اینجا خوبه. خب این هم اینجا سفت کردیم، این سفت نکردیم که آچه فرانسی بزرگه هم باید مطمئن میشیم دونه به دونه همه چی رو صرف میکنیم. این آچه فرانسه بزرگی هم نمیخوره، آچه شلقی هم این آچه نه این آچه رو دوازه، این چی میخوایم آچه نه
سفته. الحمدلله. پشت کیفه چی گیجه رو بیارش؟ گیجه دیجیتاله رو؟ اینا هم نه. اوکی بسش بکن اینجا. گفتی گفتی لوه. باز کنم. آره اینجا رو باز میکنیم. آبی رو میزنیم به قسمت لو ساید. زود های ساید یه سری دور برم کارمون رو تمیز کنیم. حتی اشغال نداشته باشیم. خب در پوشا رو آبی رو میزنیم به نو. این آبیه، این دوتا آبی که اینجاش مارک زدن، اینه برای ایر کاندیشن، اینجاش 38 و اون دوتا شلنگ دیگر بیاری، این شلنگ برای ایر کاندیشن. تفاوت شلنگ ایر کاندیشن با شلنگ اون اینی که اینجاش 38. خب شیر داره بریم پایین بذاریم بالا فرق. گیجمونو بس کردیم به خط ساکشنمون، هم میتونستیم بس کنیم به شیرمون، هم میتونستیم بس به اینجا بس کنیم چون که راحت تر بود که دیگه نخواهیم شیر رو فرانت سید بک سید بکنیم. پمپ وکیوم روشن کردیم، هایمون هم بس کردیم. گیجمون گیج دیجیتاله، داریم الان میخونیم. لو سایدمون رفت زیر صفر. های پرشرمون که اینجا بس کردیم 10 بار فشار داریم. 10 دقیقه وکیوم میکنیم چون که فقط میخوایم کمپرسور وکیوم بشه با این لوله، این قسمت لوله ساکشنه. بعد که وکیوم تموم شد شیر رو بکسیت میکنیم، میذاریم تو سرویس ها، میذاریم تو سرویس رو روشن میکنیم و علائم حیات ساید گلاس رو چک میکنیم، فشار رفت رو چک میکنیم، فشار برگشت چک میکنیم که چند دقیقه دیگه این کار انجام میدیم. خب الان پمپ وکیوم و شیر رو میبندیم، اول پمپ وکیوم رو خاموش میکنیم، آچار آلن میاریم اینو باز میکنیم. آچار آلن آماده نکردم، یه آچار آلن بزرگ میخوره. آچار آلن اینو آماده کردیم. خب الان فشار وکیومون تغییر نکرد، یعنی وکیومون خالی نکرده که این علامت خوبیه. فشار رفته اونم که همینجا بود. ما الان کاری که باید انجام میدیم باید شیر رو بکسید بکنیم که گاز بره سمت موتور و موتور روشن بکنیم. که الان من بکسید که میکنم فشار رفته اون میره بالا، فشار برگشته میره بالا. ماشاءالله این هم خوب سفت کرد. خب اینو کاملا بکسیدش کنیم. هجی زمانی که کاملا بکسید فشارمون رفت بالا، فشار رفت و برگشتمون یکی میشه. چرا؟ چون که شیر برقیمون پایین بازه، شیر اکسپرسیون هم بازه، این دوتا میه با هم مساوی میشه. و حالا کاری که انجام میدیم موتور روشن میکنیم. خیلی مهم هست که بازن یه دونه دوباره چک بکنیم شیر رفتمون بکسیته، درپوش اینجا بسته هست، یه دونه درپوش دیگه بعد اینجا ببندیم که حالا این چون که با شیر بسته میشه بعدا درپوش روش میذاریم. شیر برگشتمون هم بازم چک میکنیم که کاملا بکسید باشه. چرا؟ چون که زمانی که اگر شیر جدید میبندیم، شیر نو میبندیم که اکثر شیرا فرانت سید میاد، یعنی کاملا شیر جلو نشسته، و اگر شیر رو بکسید نکنیم موتور صدمه میبینه. چرا؟ چون که این تمام این فشار میخواد بیاد بیرون و این شیر بسته باشه، احتمال داره موتور مشکل براش پیش بیاد. که الان این کاملا بکسیده، این کاملا بکسیده، فشارمون تقریبا یکی هست. آمپرمتر رو میذاریم روی سفازمون و موتور رو روشن میکنیم. موتور که روشن میکنیم صدای موتور برامون خیلی مهم هست. فشار رفتمون مهم هست، سایگلاسمون پر شد، فشار رفت رو چک میکنیم، آمپر رو چک میکنیم که الان اینجا سایگلاس پاشش داریم. این نشون میده که سیکلمون جای گرفتگی چیزی نداریم، سیک داره مایه داره تولید میشه تو کندانسور و سیکلمون بازه. فشار رفتمون رو 17 بار. دوتا فنمون خاموش هست چون فن اسپید کنترل رو تنظیم کردیم روی 18-19 بار، هنوز روشن نشده روی 18 روشن شد. روی 18 بار روشن شد
13 ماه روشن شد فنمون، علائم حیاتمون خوبه، رفتمون باید داغ باشه که معمولا بین 60-70 درجه است. تو موتور قبلی روشنش که میکردین اصلا رفت به هیچ عنوان داغ نمیشد، برگشتم خنک نبود، الان برگشتمون شروع کرد برفک زدن، برگشتمون برفک زده و ساید گلاسمون هم اون نسبه هست تقریبا، که یه مقدار گاز دیگه میخواد، عملیات گازگیری رو انجام میدیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. این تعویض کمپرسور بود، اون کمپرسور قبلیش هم برمیگردونیم به شرکت، چون که زیر گارانتی بوده اون کمپرسور قبلیشو برمیگردیم به شرکت. معمولا میگن که یه سری تحقیقای روش انجام میدن که ببینن علت سوختنش چی بوده، که ببینن شامل گارانتی میشه یا نه، ولی تجربه نشون داده که اکثر موتورهایی که میفرسیم خیلی سخته که بخوان بگن که مشکل از سیستم بوده یا از کار بوده، برای همین چون که میخوان کیفیت دستگاه رو یه جور نگه دارن، یا اینکه بهتر بگیم مشتری مداری کنن که انجینیر دیگه زده نشه، چون که ما اومدیم این کمپرسور رو عوض کردیم، نه مشتری بهمون پول میده، چون که 3-4 هفته پیش عوض کردیم و نمیتونیم مشتری بگیم دستمزد بهمون بده، میگه خب این موتور بودی که 3 هفته پیش خودش گذاشتی، یعنی ما جلوی مشتری رو درواسی داریم. الان موتوری هم که فرستادن یه چیز دیگه فرستادن، موتور یه جور دیگه هم فرستادن، یه سری دیگه اومدیم موتور رو عوض کنیم، دیدیم موتور یه 2-3 بار، یعنی یه جور چیزا پیش میاد تو بیزینس که باید بعضی موقعا سود نکنی یا به اون سودی که میخوای نرسی، ولی ما مشتری مداری رو داشته باشی. موفق و پیروز باشین، خدا نگهدارتون.